مخاطبین از رسانه پشت فیلم گلزار درود به مخاطبین عزیز بنده امین فردین به همراه تیمم هم بار دیگه با یک برنامه پشت پرده دیگه با شما هستم امیدوارم که هر کجا این کره خاکی که هستید و صدا و تصویر من رو می‌بینید و حال دلتون خوب باشه جیبتون پرپول باشه و از همه مهمتر سالم و سر حال باشید البته اگر این چیز ما بذاره که بتونیم برنامه اجرا بکنیم بالاخره صدا و ایران و مقامهای رسمی ایران تایید کردند که امیر حسین مقصودلو یا همون تتلو وارد ایران شده پیش از این یه عده میگفتن که نه تتلو وارد ایران نشده و اینها حرف و حدیث هستش و اینا دارن هاشیه درست میکنن تتلو هنوز پروندش در ترکیه بررسی نشده اما بالاخره شبکه خبر و مقامهای رسمی داخل ایران حضور امیر حسین مقصود رو یا همون تتلی رو به داخل ایران تایید کردن و صدا ایران هم خبرش رو پوشش داد یه سری جزئیات جدید هم به دستمون رسیده که در طول این ویدیو به شما خواهیم گفت اول خبر صدا سیما رو ببینیم که چی گفته در خصوص تتلو و شما مطمئن باشید که در روزهای آینده ما شاهد تصاویر اعترافات اجباری تتلو خواهیم بود از همین الان هم بهتون میگم که قطعا با این سناریو خواهند رفت جلو که امیر تتلو یک تومه بوده تومه آدم های مختلف و افراد مختلف بوده و حالا اما تونسته سرش به سنگ بخور و برگرده این ور اده دیگه میگن که خبر تتلو یا همین موضوعات بازی بوده که حکومت رو انداخته برای اینکه مردم حواسشون پرت بشه از اون اختلاسات چای دبش و ماجرای آلودگی تهران در طول چند روز گذشته حالا خوبه در این ویدیو همین رو بگم تا قبل از اینکه این ویدیو استاد رو پخش بکنم شد چای یه اختلاس عجیب و غریب انجام داده و اونقدر اختلاس عددش بالا بوده که کل کشور حاشیه خلیج فارس رو میتونستن سه بار بخرن و بفروشن یعنی با اون همه ثروت دبی و کویت و جاهای مختلف که این همه پول دارن شهرهای مختلف اونجا یعنی این اختلاسه اینقدر سنگین بوده که میتونستن اونها رو بخرن و بفروشن مملکت بیدر پیکر همینه که خیلی شیک و مجلسی میتونن داخلش اختلاس بکنن یعنی اون پولی که اختلاس شده اگه بین مردم ایران تقسیم میکردن ناقابل نفری ده میلیارد گیر همه میومد یه مش آدم چپ و حالا بحث خارج نشین بحث ما الان بحث تتلو بریم خبر سدوسومو رو ببینیم که سدوسومو چه پوشش خبری داده و چی گفت امیر حسین مقصودلو ملقب به تتلو که در ترکیه به شکایت های خصوصی متعدد بازداشت شده بود تحویل ایران و اول اینکه امیر حسین مقصودلو به دلیل شکایت های متعدد بازداشت نشده بود یعنی من بعد چ... چی بگم به این شبکه خبر اون مملکت یعنی اون مملکت با 85 میلیون جمعیت وقتی همچین خبر شیر رو میده شما دیگه فاتحه اون مملکت رو بخونید امیر مقصودلو خودش خودش رو اه... تحویل داد و خودش تصمیم گرفت که بره تحویل بده خودشو رو کسی بازداشتش نکرد اینا شما ببینید چق... این دیگه همه میدونن فقط اینا سرشون کردن تو کپک تو برف معلوم است مثل... مثل کپک تو برف هم چی چیزی بگفتن شما ایراد غلطی رو لفظی همان نگیرید دیگه و بگن که بازداشت شده شد شکایت متعدد بله بازداشت شد به گزارش و مرکز رسانه قوه قضاییه بله به نقل از قوه قضاییه دیگه رسما تایید کردن که تتلو بازداشت شد او در چند سال اخیر در ترکیه برای گسترش فساد و فحشا در بین جوانان و نوجوانان اقدامات گسترده‌ای داشته گسترش فساد و فحشا اقدامات گسترده ای داشت. حالا درست ما تتلو مشکل داریم اینا ولی خب دیگه این حرف شما به نظر من خلاف از اون عدالتیه که شما اینجا لوگوشو زدید این خواننده به علت فعالیتش در ترکیه اجازه افتتاح حساب کارگری و جان. کاربری و مدیریت افتتاح حساب کارگری خب منظورش حساب کاربری منظور اینستاگرام بوده خب فضای مجازی را نداشت و مطابق قوانین نمی... اول اینکه شما نمیخواد راجع به فضای مجازی نظر بدید شما که همه فضای مجازی رو فیلتر کردید دیگه چه الان دارید پوشش میدید اینستاگرام و فیسبوک و تلگرام و نمیدونم یوتیوب و همه های اجتماعی رو شما فیلتر کردید بعد. میاد میگید که ایشون اجازه افتتاح نداره شما که اجازه فعالیت به ایشکی نمیدید پس اینو به عنوان فکت خبری اعلام نکنیم پشمام ریخته به خود اجازه افتتاح حساب کاریری و کاربری و مدیریت فضای مجازی را نداشت و مطابق قوانین نمیتوانست با هویت خود فعالیت کند. مقصود لو در مدت اقامت خود در ترکیه بارها تلاش کرد در کشورهای اتحادیه اروپا کنسرت برگزار کند که به قوانین این اتحادیه امکان ورود به کشور نداشت با توجه به قوانین این اتحادیه نبوده نمیدم ایزوز یعنی یه خبر گفتن نگاه کنید 48 ثانیه است خب 48 توش دروغه پشمام ریخته اولا اینکه شما بهشون اقامت نمیدادید یعنی پاسپورتی که حق هر بهش نمیدادید یکی از دلایلی که نمیتونست کنسرت بذاره تو کشور اروپایی این بود که اقامت نداشت با هزار بدبختی و باج و رشوه و چیزهای مختلف تونست پاسپورت بگیره پاسپورت هم که گرفت انقدر براش اینترپل و چیزهای مختلف زده بودید نمیدونم چیزا ایشون فلان کارو کرده و کارو کرده در یک دلایلش این بود که ایشون ریجکت بشه یعنی وقتی حقایق رو میخوام برعکس به مردم نشون بدم من اینجا درسته که منتقد تطلوام و من اینکه میگم آقا این آدم دست ناموس مردم بلند فلان کارو کرده اما نمیتونم از عدالتم خارج بشم که شماها بلاهایی که سر این آدم آوردید رو رو ببندیم و کتمان بکنیم این قضیه رو در حال حاضر آخرین خبری هم که به دست ما رسیده امیر تطرور رو توسط اطلاعات سپاه استان آذربایجان غربی دستگیر کردن و دارن به تهران منتقلش میکنن که اطلاعات سپاه تهران پروندهش رو بررسی بکنه و قوه قضایی هم گفته که قرار یک مستندی رو حالا اونجوری که اطرافی هم میگفتن از تطلو آماده بکنن و در چند روز آینده شما شاهد این خواهید بود که خیلی شیک و مجلسی میان با تطلو مصاحبه میکنن میگه بله همه چیز گل و بلبل و با من خیلی خوب برخورد کردن همه چی عادی و شیک بوده و من گفتم حضور تطلو داخل ایران یک قمار دو سر برد برای اون سیستم به حال چند وقت دیگه انتخابات مجلس هم هست و انتخاباتیه که به حال میشه از این افراد استفاده بهینه کرد و از اون طرف حضور تطلو بدم نبود دیگه اختلاسی که چای دبش انجام داده بود آلودگی هوای تهران و چیزهای دیگه و فسادهایی که چشم پوشی شده بود در قوه قضاییه و جاهای مختلف من تو استوریام هم امروز گفتم کارگرهای کارمند های چای دپس میگفتن که ما چندین ما حقوقمون رو دریافت نکردیم نهاری که به ما اینا میدادن سگ نمیخورد و اونقدر با مننت و اونقدر با بدرفتاری با ما برخورد میکردن که ما میگفتیم دو روز دیگه اینا ورشکسته میشن اما انقدر عدد این فساد گنده بوده و حاضر نبودن این پول رو حتی بین کارگرای خودشون تقسیم بکنن و ببینید اونا هم چه آدمای بیناموسی بودن همین دیگه یعنی هر کسی گوشی مملکت و چپ و اکسپلور هم که باز میکنی همش ماجرای تتل به حال انسان پرهاشیه بوده و برای رسانه ها یک نوع ارزش و جذابیت خبری داره و ما هم از اون ارزش و جذابیت خبری و بیننده استفاده داریم میکنیم و داریم م... مسئله و موضوع اختلاس چای دبش و ماجرای حال دیگه هوا رو تو دل این سوژه داریم مطرح میکنیم درسته الان سوژه تطلو و ماجرای این چای دبشو هم داریم مطرح می‌کنم البته طرفداران تطلو هم یعنی بهتون نگم پشمام ریخته بابت هزار نظرشون طرفدار تطلو گفتن که قرار تطلو بره تو زندان اوین چون نقشه زندان و پشت خودش تتو کرده و قراره سری از بی ها رو هم از زندان آزاد بکنه یعنی ببینید اونا چه شوتایی هن. البته شوت نبودن که طرفدار تطلو نمی‌شدن شتلیتی نمی‌شدن اما تشکر می‌کنم از فردینیتی ها که خیلی شیک و مجلسی دارن حمایت میکنن از ما و یه سری آدم هایی که تفکرات عباس باتریسازگونه گونه دارن رو آج قرار شد بگم که خوتن باتریساز یا خوتن سبزی فروش از توابع هامبرو قرار شد که تو ویدیو اینو بگم و از الان هم خواهم گفت و این تکیه کلام رو جا خواهیم انداخت مثل امیرا قبل امیرا و اینا بگذاریم ماجره تطلو داره یه مقداری داره حسابی عجیب و غریب میشه حالا شایدم شایدم در طول چند روز آینده یه مقداری سکوت بکنن رسانه ها در خصوص تطلو و موضوع تطلی رو پوشش ندن اما قربونش برم میخوام صد سال پوشش ندن یه خبر دادن بیرون کلا 48 ثانیه بوده 48 تا فیک خبر رو نمیدونم 48 تا در دروغ باره آدما کردن که اینجوری بوده و گرفتنش رو بازداشتش کردن و اینا اما قرار شده که در روزهای آینده برنامه گذاره و کنسرت گذاره تطلو و کسانی که کار تطلو رو در خارج از کشور میکردن یه مصاحبه ای رو انجام بدن و جزئیاتی رو در خصوص تطلو در زمانی که در ترکیه بوده رو مطرح بکنن که جزئیات جنجالی هستش من شنیدم و کرکوپر هم ریخته اما به حال باید منتظر باشیم ببینیم که چه جزئیاتی از این اتفاق بیرون خواهد اومد اما اون چیزی هم که مشخصه هستش که تطلو خودش حالش خوب بوده و خوشحال از این تصمیمی که گرفته و داره میره ایران و داخل ایران هم حالا اون آدمایی که نزدیک بودن و به حال دیدن این آدم رو گفتن که خیلی خوشحال بوده و حال دلش خوب بوده و فعلا بدرفتاری با تطلو نشده و جزئیات بیشتری اگر از این اتفاق برای ما بیاد بیرون و من براتون مطرح میکنم کانال یوتیوب برای پشت پدر اگه سابسکرایب کنید و برای دوستان خودتون به اشتراک بذارید جزئیات بیشتر رو حتما به شما خواهیم گفت مرسی که تا این لحظه با ما بودید بعد منتظر باشیم ببینیم که صدا و باید از باید چه آیا به زودی جزئیات بیشتر یا تصویر بیشتری از این آدم پخش خواهد کرد یا که خیر مرسی که تا این لحظه با ما همراه بودید